تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر آیه رو از اول قرآن که شروع کردیم و به جزء 7 سوره انعام و آیه 17 رسیدیم، هر آیه رو چند دقیقه، بین 4 دقیقه تا 7-8 دقیقه فشرده و ربان و قطره‌ای تفسیر میگیم طبق معمول. پس آیه 17 سوره انعام رو بشنویم. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو على كل شیء قدیر. اگر خداوند برای آزمایش و رشد یا کیفر اعمال شما را گرفتار ضرری کرد، تلخی ها و ضررها که پیش میاد، یا به خاطر آزمایشه، ولنبلونکم بشیء من الخوف، و تلخی میندازه جلو، ببینم ما در مقابل تلخی صبر میکنیم که بشر صابرین، یا جیغ میزنیم اذا مسه الشر جزوعا، یا شکر میکنیم و شاکرین لما اصابهم. در مقابل مردم، در مقابل سختی ها چند دسته هستن، مثل پیازی که مردم در مقابل پیاز 3 دسته هست. بچه که پیاز و فلفل میخوره جیغ میزنه، بزرگتر که میشه پیاز و فلفل میخونه جیغ نمیزنه، صبر میکنه، بزرگی بزرگ که شد دسته پول میده پیاز و فلفل میخره. سختی ها رو عده جیغ میزنن، عده صبر میکنن، عده سراغ کارهای سخت میرن. میگه ای پیغمبر، این یمسد که الله به ذرن، اگر حالا برای یا امتحان یا رشد یا کیفر یه حادثه تلخی برای تو پیش اومد، هیچ که این حادثه تلخو نمیتونه برطرف کنه جز خدا. فلا کاش فله و الله، فقط خدا باید حل کنه مشکل. ما دیدیم در زمان خودمون، هم رئیس جمهور و هم پادشاه، دیدیم که همه دنیا خواستن حفظش کنن، نشد. اگر خطری پیش آمد همه جمشن نمیتونن مشکل حل کنن جز او. و این یمسست که به خیرن، و اگر برای تو خیر پیش آمد، باز فهوه علا کلشن قدیر، باز اوز که خیر پیش آورده. ای آیه میخواد بگه که در مقابل دوگانه پرستان که میگفتن خیر از یه جاست، شر از یه جا، میخواد بگه نه، منبع خیر و شر در هستی توحید افعالی، میگه که منبع خیر و شر یکیه، خیرها از اوست، شرها هم از اوست، منتها خیرها فرد خداست، شرها یا به خاطر امتحانه یا به خاطر کیفر اعمال و خصلتهای خودمونه. تازه خطابش هم به پیغمبر میگه ای یمسد کالله و ای یمسد که، یمسد که یعنی به خود پیغمبر میگه. پیداست که در قوانین الهی استثناء بردار نیست، یعنی پیغمبر هم حوادث تلخ براش پیش میاد، حوادث شیرین هم براش پیش میاد. خلاصه این آیه میگه که همه چیز دست اوست، لا حول ولا قوه الا بالله، ان القوه لله جميعا، ان العزه لله جميعا، همه چیز دست اوست. یه وقت زرق و برق و زندباد و مردباد حواستو پرت کنه. خب این آیه 17، بریم سراغ آیه 18 بشنویم. و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلط است، اوست حکیم و آگاه. کلمه قهر به نوع غلبه میگن که طرف مقهور ذلیل در مقابل قاهر باشه. حالا اینجا ما الان آیه 18 هسته، آیات قبل مثلا آیه 14 گفت رزاقیت مال خداست، و هو یطعم، او اطعام میده، رزق من دست اوست. در آیه 14 فرمود خدا رازقه، در آیه 15 فرمود قهر قیامت الهی را ازش بترسید، انی اخاف علیکم عذاب یوم. در آیه 16 فرمود نجات دست خود دست اونه، که هر کس عذاب از او برطرف شد فقط رحمه. این آیه 17 میگفت مشکلات و خیرات دست اوست. این آیه هم میاد میگه که قدرت مطلقه دست خداست. یعنی تمام آیات از آیه 14 تا آیه 18، آیه 14 فرمود خدا رازقه، آیه بعدش فرمود
خداوند قهر قیامت، مالکیت خدا در قیامت مخصوص اوست. آیه بعد فرمود رحمت خداوند دست، رحمت دست خداست، کشف تلخی ها دست خداست، قهر و غلبه دست خداست. تمام آیات هر کدوم ایه زاویه ما رو به خداپرستی دعوت بکنه. و هو القاهر فوق عباده، از دیگران هراسی نداشته باشید، قدرت خدا فوق همه قدرت هاست، فوق عباده. و هو الحکیم الخبیر، قهر خدا با قدرت خدا همراه با حکمته، یعنی اینطور نیست که چون قهر و غلبه داره زور بگه. آخه در دنیا کسانی که زور دارن ظلم هم میکنن، خداوند قدرت داره اما ظلم نمیکنه. و هو الحکیم، کاراش حکیمانه است. خبیر، کاراش با آگاهی است. خداوند هم با آگاهی است هم حکیمانه است. خب خلاصه آیه 17 و 18 دعوت به خداپرستی بود. یک، تلخی‌ها را کشف تلخی‌ها را از خدا بخواهید، رسیدن به خوبی‌ها را از خدا بخواهید، از مردم نهراسید، قدرت خدا فوق قدرت هاست، قدرت خدا همراه با حکمت و علم است. خدایا هرچه به عمر ما اضافه میکنی بر ایمان و عقل و عمل و اخلاص و عمق و برکت ما بیفزا. از آیه 17 و 18 بگذاریم، در جلسه بعد آیه بعد رو معنا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.